بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام به زندگی که هر روز به ما فرصت دوباره میده و سلام به صداقت و پاکی سلام به عشق و مهربانی و سلام به شما عزیزان بیننده که همه این صفات خوبه همیشه در وجودتان دارا هستند امیدوار هستم و آرزو دارم که هیچگاه حسرت گذشته ها را در زندگیتان نداشته باشین و هیچگاه هم غم نگرانی آینده را هم نداشته باشین. همیشه زندگیتان سرشار از آرامش و خوبی ها و مهربانی ها باشد برنامه روشنا را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم امروز و امید داریم که جور و سطمن باشین در کنار اعضای خانواده محترمتان در کنار یکی دیگه باشین با صفا و سمیمیت بله اما چقدر زیبا و جالب است اگر خوب فکر کنین در مورد زندگی خود ما میبینیم ما زندگی ما دو قسم شدم زندگی حقیقی و زندگی مجازی بله همیشه و همیشه ببینی که در دستای کلگی یک موبایل است و یک فضای مجازی است و اینترنت زندگی حقیقی خب یک زندگی واقعی است برای همگی ما اما هم بسیار دقت کردن که فضای مجازی و به هر حال زندگی مجازی بسیار زیاد وابستگی ایجاد کرده برای همگی و حتی بسیاری از افراد ما در زندگی دیدیم که کمبوداتی که در زندگی حقیقی دارن بیاین اونا را در زندگی مجازی جبران میکنن امیدوار هستیم که شما عزیزان دو جزئی دست از افراد نباشین خب حتما پی بردین که ما امروز در رابطه با چه موضوعاتی با شما عزیزان گفتگو میکنیم بله عنوان کلی برنامه ما نظام خانواده و تاثیرات عوامل بیرونی بود و قسمتی که ما امروز بحث میکنیم که عوامل بیرونی زیادی را ما برای شما عزیزان بیان کردیم یعنی خانم حسنزاده عزیز برای شما گفتگو کردن و امروز نقش رسانه و فضای مجازی را می خواهیم که در نظام خانواده گفتگو کنیم پس گفتگوی بسیار مهم هست و میفهمم که شما عزیزان هم در جمع خانواده به این موضوع پی بردین که چقدر وابستگی ایجاد شده همگی ما نسبت به موبایل و اینترنت و گوشی و فضای مجازی خواهر خوب ما خانم حسنزاده همراه ما هستن در استودیو یک سلام علیکی میکنیم و خوش آمدید میگیم خدمتشان سلام خانم حسنزاده خوب هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترمی که برنامه رو میبینن انشالله که به هر کجا هستن جور و سهدمند موفق و معاییت باشن زنده باشین سلامت باشین خانم حسنزاده من خاطره میخوایم بگویم بسیار برای جالب بود یک زمان جای ما رفته بودیم کل اعضای خانواده جمع بودن یعنی که بعد از مدت ها وقت خب این مرض کرونا آمده بود و یک کمک فاصله ایجاد شده بود بین خانواده چقدر بعد از مدت ها وقت کلی که دور هم شده بودن خوارا خوار زادا بیادر ها خوارزاده خب الان میبینیم هر کس در یک گوشه شیشتر هر کس یک موبایل در دستش است و کلگی در دا داخل فضای مجازی استن و اینترنت هستن و یکی از یکی دیگه خبر ندارن خب بعد از اینقدر مدت شما آمدین در کنار یکی دیگه آمدین رو ببینین آمدین که یک صفای دوستی و صمیمیت ایجاد کنین روابط اجتماعیتان تان زیادتر شد بعد از اینقدر قدر مدت که از هم دو دور بودن ولی میبینیم که نه این وابستگی شدیدی که همه نسبت به موبایل پیدا کردن و این فضاهای مجازی چقدر واقعا میتونه تکاندهنده باشه برای ما وقتی آدم میبینه که همگی از هم فاصله دارن هیچ کس از احوالی که دیگه خبر نداره کلک یک جای میمانی رفتن ولی فقط بویی که نیستن فقط حضور جسمی دارن و که روش و روانشون در دیگه جایی است این یک واقعیت است در زندگی های امروزی ما حالا ما میخوایم که زیادتر شما در این مورد امرای ما گفتگو کنین و بگوین که چقدر میتونه تاثیر داشته باشد چه میتونه آسیب داشته باشه این موضوع بسیار نکته خوبی و داستان جالبی رو اشاره کردین که ما میخوایم در طول همه جلسه در مد... مورد همین صحبت کنیم اول ما یه موضوع کلی برنامه رو که شما هم فرمودین دوباره میگیم ما نظام خانواده رو داشتیم بحث میکردیم و تاثیر عوامل بیرونی که در جلسه قبل در مورد دخالتی که اطرافیان ها خیشان باشن اقوام باشن که در خانواده داشتن یا مثلا نقش دوستان و همکاران که خارج از هسته خانواده هستند و تاثیر محیط زندگی و شغل و اینها رو ما در در جلسات قبل مورد بررسی قرار دادیم که اینها عوامل بیرونی بودم که بر کانون و نظام خانواده بلد. تاثیر گذار درستان. بودن اما در این جلسه همونطور که شما میخوایم فرمودین ما میخوایم در مورد نقش رسانه به کلی حال شبکه های تلویزیون باشه شبکه های اجتماعی باشه اینترنت باشه موبایل باشه حالا هر چیزی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هست. حتی ممکنه یک گروه باشه که انسان داخل از, از گروه میشه دارستان. به انسان صدماتی رو به خدای نکرده بزنه یکی ما... دوتا نیست که خانم از سنزاده قدر زیاد است فیسبوک هست آپارات هست اصلاً. یوتیوب البته همه رو شبکه های مجازی میگیرم. نام بله البته اینا رو که ما نام میگیریم فضاهای هستن که هم میتونه کاربرد مثبت داشته باشن ما هم منفی باشه حالا من نگفتم یادم از فیسبوک و آپارات و چیزا افتاد چقدر خوب است که هموطنان خوب و ما از این طریق ما را دنبال کنن و برنامه های خوب از رو ببینن بی مثل برنامه روشنا و بسیاری از برنامه های بسیار مفیدی که از طریق شبکه آدی تیوی پخش میشه برای عزیزان بیننده ما اصلا احسن نکته خوبی رو تذکر و به جا فرمودید و حال ما میخوایم بیان کنیم که رسانه در امروزی بخش جدای ناپذیره همین شبکه های اجتماعی که فرمودیم فضای مجازی همه در زندگی ما هست هر خانه یک تلویزیون که صد درصد داره موبایل اگه همه اعضای خانه نداشته باشن حداقل یکی که دو تا موبایل در هر خانواده ای وجود داره بله. و خب چون دنیا دنیای ارتباطاته و امروز هم بخش عظیمی از فرهنگ ارزش های اخلاقی و هنجار های اجتماعی رو بله. به صورت ناخودآگاه خانواده ها از همین طریق فضای مجازی بله. دریافت میکنن بله. چی حال به صورت مثبت باشه چی به صورت بله. منفی باشه حتی ما میتونیم بگیم که تاثیر این فضای مجازی چنا زیاد هست در خانواده چون یک عامل بیرونی است که در خارج خانه از هدایت میشه ولی در عین حال در خانه دیگه جزی از افراد خانه میتونیم حتی بگیم محسوب شده الان متاسفانه یا حتی هر کسی یک موبایل در دست در صورتی که افکار و اعتقادات و باورها ارزش هایی است که از بیرون خانه بر خانه و خانواده برای. تأثیر گذار هستم اگه ما تاثیرات این رو بخوایم بیان کنیم همین بحث فضای مجازی رو تلویزیونال باشه ماهواره باشه رسانه باشه کار نداریم همه اینها همونطور که شما فرمودین. هم مزایایی دارن هم آسیب هایی رو دارن بلی. مثل شمشیر دولبه هستن خب یعنی میتونه که به انسان به طریقه خوبی و استفاده کنه و از مزایا و آثار مثبت و منفی مثبت و بهره من بشه بلی. میتونه هم منفی باشه برای انسان اثرات سوی رو دلستن. برای انسان بلی. بزنه همونطور که میتونه کانون خانواده رو با صمیمیت و صلح و صفا و محبت که زندگی میکنه میتونه, میتونه صدماتی رو بزنه حتی خانه... آه... قانون خان آسیب بزنه ام. که ما هر کدام از اینها رو به صورت جدا جدا خدمت بینندگان محترم عرض میکنیم ام. خب مواردی که جز اول آثار مثبت اونا رو بیان میکنیم مصبت. که جز مزایای فضای مجازی فعلا. هست که واقعا هم در زندگی امروز ما واقعا تاثیرات مثبتی رو گذاشته همین انسان با ارتباط با جهان برقرار میکنه در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ای میتونه خرش کنه مثلا در یک خانواده شما فرض کنه. الان جوری هست که مم... ممکنه خب بعضی از اولاد خانواده خانواده اقوام نزدیک خانواده دور باشن کیلومترها از او دور باشن ولی به یک وسیله یک گوشی موبایل میتونن سری از حال و احوال و او مثلا خبر بگیرن که در چه موقعیتی هست خب از لحاظ عاطفی و حتی روحی هم او رو به وسیله همه گوشی های موبایل دلداری بدن و اینا به طریق های مختلف خب یکی از آثار مثبتی از عوامل بیرونی بر کانون خانواده بله بله. که میتونیم از اوضاع اقوام و آشنایان خود ما، که کیلومترها و فاصله های طولانی با ما دارن با یک موبایلی از اونها بهره مند شیم حالا که در شرایطی که این بیماری کرونا هست نمو میتونیم از طریق همین موبایل از طریق همین اینترنت هایی که در دسترس ما هست میتونیم احوال یکی دیگر رو داشته باشیم بسیار عالی یک سله رحمی هم میتونیم بله، بله. بیان میشه دیگه موردی که متون دومین موردی که برای مزایای این فضای مجازی میتونیم در نظر بگیریم دسترسی سری با آموزشه ام. یعنی سری با آموزشه. انسان ها ممکنه برای به دست آوردن یک مطلبی گاهن قبلا کتاب خونه برن به صورت مثلا ام. مکتب برن و مثلا آموزش های مختلفی رو ببینن تا یک فنی هنری رو یاد بگیرن الان میتونن با همین وسیله هایی که در دسترس انسان است مثل بله. تلویزیون که بله. آموزش های رو میده یا همین موبایل که مثلا شبکه های اجتماعی ام. حتی برای آموزش بعضی از فنون طراحی شده بله. خب اینها میتونه انسان استفاده کنه و حتی از اخبار سیاسی اقتصادی یا فرهنگی مم. کشورهای مختلف آگاه بشه خب این خیلی به انسان کمک میکنه که انسان بتونه آگاهی های زیادی داشته باشه و به خصوص در زندگی خونهار پیاده کنه یکی از همه آگاهی هایی که میتونیم بیان کنه یک خانوم خانم خانه میتونه با همین گوشی که در دست از او است از،, از بهداشت و بهداشت خانواده آگاه بشه که چی چیزایی که من رعایت کنم خانواده من سالم و درست باشه چه غذاهایی رو درست کنم یعنی از بزرگترین مسائل تا کوچکترین مسائل رو ما میتونیم آگاهی هایی پیدا کنیم و با سرعت بالا حتی بلی. مثلا در کمترین زمان هم ممکنه به یک کسی بره یک دوره مثلا یک ماه یک سال رو ببینه ممکنه اینجا در آموزش های مجازی ام. همون دوره رو در کوتاهترین زمان هم مثلا به یک ام. ماه مثلا فرصت بیشتر لازم ندیشته باشه مم. خب حال خ... ما بحث اقتصادی گفتیم حتی میتونه به کانون خانواده فایده برسونه همین خرید و فروش های آنلاین که امروزه شده حتی تبلیغاتی که در شبکه های مجزی بر یک کالا میشه میتونه یک منفعت و کار اقتصادی رو به یک کسی ایجاد کنه خب شغل های ما حتی داریم الان امروزه که فقط در فضای مجزی و شبکه های اجتماعی انجام مم. میشه و شغل ها خب اینا که به خان... درآمدی رو به خانواده بیاره خب اینها از همه مواردی هست که از مزایایی هست و عوامل بیرونی هست که بر کانون خانواده آثار مثبتی داره یک مطلب دیگه یه که امروزه هم خیلی مثلا در بین خانواده ها میبینیم فرهنگ و ارزش هایی رو در اطلاع پیدا میکنن که ممکن بود سالهای قبل خیلی دسترسی به سخت باشه این و یا حتی مسائل دینی آشنا میشن میتونه بر روی همین آشنایی با ارزش ها و فرهنگ و باور و اعتقادات دینی میتونه بر کانون خانواده تاثیر مثبت بگذاره و کانون داری. خانواده رو با صمیمیت و عاطفه و بیشتر برخوردار باشه. خب و خیلی موارد دیگه ای هست که میتونه از مزایای بر مسوب بشه که بر کانون خانواده داره همین فضای مجازی زبیتن. و رسانه ها و اینها که میتونیم از اونها نام ببریم که خود داره. بینندگان و محترم در جریان هستن که در این مورد خیلی بسیار بسیار وقتا کانالایی رو میبینیم که در اون مشاوره ها هست احسن که بسیار از خانواده های ما برشان بسیار سخت است نه که مثلا بتانن یک مشاوره پیدا کنن یک جای مرکز باشه یک جایی باشه که بتانن رجوع کنن شاید هم که در از خانه براین اونجا برن برشان سخت باشه ولی از همین طریق قطعا میتونن در داخل خانه ششتر پس همین طریق مشاوره بگیرن برای زندگی بهترشان برای ازدواج فرزندانشان یا به خاطر انتخاب رشته تحصیلیشان یا برای هر موضوعی بسیار میتونم مزایای خوب داشته باشم حالا ما فقط همیشه میگیم که فضای مجازی باعث از انباشدگی کانون خانواده است ولی خب میتونه مزایای دگام داشته باشه در این حال اصل خود همه فضای مجازی ما گفتیم اصل خیلی خوب است و استفاده های زیادی رو میشه حتی برای تبلیغ دین بهترین چیزی که فضایی است که انسان م. میتونه م. که امروز تبلیغ کنه بلی. مثلا از, از, مسائل دینی اطلاع پیدا کنه ببیتن. از حتی یک ارزشی رو شاید ما قبلا به او آگاهی نداشتیم امروزه با وسیله همین تل... شبکه‌های تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی ما ممکنه داخل یک گروه انسان اشتراک بشه و از همون استفاده کنه و مزایایی رو به انسان بده بده مثل که شما فرمودین حتی مشاوره هایی رو دریافت کنه اینا خودش حتی همون که ما اول گفتیم از کوچکترین مورد کاری که در زندگی ما داره که همون استفاده مثلا به غذای که فواید غذایی است که او. انسان برای سالم بودن بدن خود بوی تیاش داره یک مادر خانواده میتون از استفاده کنه یا برای تربیت اولاد خو میتونه کانال رو عضو بشه که برای تربیت اولاد نکته هایی رو بیان کرده ده. و هر حتی پدر خانواده که ما گفتیم شغل هایی رو ایجاد کنه اینها همه از مزایای فضای مجازی هست درست. اما ما عواملی هست که این فضای مجازی خوب. داره که خدای نکرده اگه درست استفاده نشه باعث آسیب هایی میشه دخلی. به هم. کانون خانواده خب پس میخوایم بریم وارد آسیب ها شویم درست هست؟ بله خب پس یه آسیبا رو باریم بعد از یک میان برنامه چطور خانم حسن زاده بسیار علی خب قبل از اینکه ما یک میان برنامه تقدیم شما عزیزان کنیم میخوایم از عزیزانی که با ما در ارتباط بودن و سال ارسال کردن زمین از یک تشکری کنیم از حضورشان سپاسگزار هستیم از اینکه با برنامه خودتان در ارتباط هستین ما همیشه گفتیم که خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین نمبر واتساپی را هم براتون میگم مثبت 964 780 255 40 شما از این طریق عزیزان با ما در ارتباط باشین سوالات، پیشنهادات، انتقادات و حتی میتونین از کارشناسان محترم برنامه ما مشاوره بگیرین و اما برادر محترم که نمبر اولشان بر حال از افغانستان هستن مثبت 93 74 و 4 نمبر آخرشان 38 23 با ما در ارتباط بودن و سوال پرسان کردن در رابطه با شامپو برای شستن سر و یکی گفتن آیا ای میتونه همانند صابون پاک باشه یا نجس است به حال سوال شرعی پرسان کرده که جواب از ای را در برنامه به وقت بیداری که امشب ساعت هشت هشت شب تقدیم شما میشه حال جواب سوال خودشان را از این طریق میتونن دریافت کنن و همچنین سوال دیگه پرسان کردن از شماره مثبت 98 از افغانستان هست 902 و چهار نمبر آخرشان هم 14 و مصبت 98 از ایران است بله خب اینا پرسان کردن گفتن که اگر گروه یا کانال دارین که مرا عضو کنین خب بله شما میتونید در فیسبوک، آپارات، اینستاگرام و همچنین در تلگرام شما عزیزان میتونید از طریق همین شماره که برای شما عزیزان بیان کردیم از طریق شماره مثبت 964 780 255 40 13 این نمبر ما در تلگرام هم هست شما میتونید که از طریق این نمبر وارد تلگرام شوین و از این طریق وارد گروه و کانالی که ما در اونجا داریم و همچنین میتونید از طریق فیسبوک و اینستاگرام و آپارات و یوتیوب هم دنبال کنین بسیار خوشحال میشیم و تشکر و سپاسگزارم هستیم از شما که با ما در ارتباط بودین و همچنین سوال دیگه هست که از مثبت 93 79 و چهار نمبر آخرشان 94 52 پرسان کردن گفتن کسی که اولاد نداره میراث خود را چگونه و پسر و دختر فرزند گرفته طبق احکام شریعت واگذار نماید سوال خودشان را در برنامه به وقت بیداری که امشب ساعت هشت بجا تقدیم شما عزیزان میشه حتما بشنوین و ببینین بسیار خوب تشکر و سپاسگزار از همه شما عزیزانی که همیشه با ما در ارتباط هستین بعد از یک میان برنامه همراه ما باشین بسم الله الرحمن الرحیم بار خدایا من آغاز می کنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و ثواب را می جویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما. و از لغزشم به کرمت درگذر که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم مغم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر بر نموده ای و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفتند و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بینیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیه اش بر تمام نعمتهای بیشمانش ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خسمی کشمکش نتواند ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیداره و دست عنایتش به جود و بخشش برخند گشاده و باز است خب تشکر از همراهی گرمتان از اینکه همیشه بیننده برنامه روشنا که به صورت زنده و لایف تقدیم شما عزیزان میشه هست و همچنین برنامه به وقت بیداری ساعت 8 شب به صورت زنده و لایو تقدیم شما عزیزان میشه و تکرارش هم فردای همه روز ساعت ده و پنج دقیقه تقدیم شما امیدوار هستیم که در لحظه لحظه زندگیتان سرشار از موفقیت و پیروزی باشین و بیننده برنامه خودتان از برنامه شبکه های هادی تیوی و اما صحبت با خوهر حسن زاده، بله آسیب های فضای مجازی و بر حال اینترنت ها موبایل ها و بسیار چیزهای دیگه ای که ما امروزه با اون وابستگی بسیار شدیدی پیدا کردیم خب خانم حسن زاده مشنویم چه آسیب دارم بله ما همونجور که قبلا بیان کردیم آثار مثبت اون رو بیان کردیم الان میخوایم آسیب ها و مذرات شبکه های اجتماعی و فضای مجازی رو خدمت بینندگان عزیز بیان کنیم اولین موردی که ما میتانیم الان هم زیاد در بین جامعه اتفاق میفته به خطر افتادن حریم خصوصیه دیگه حریم های خصوصی دیگه الان باقی نمانده چون هر اتفاقی اوه. که باعث میشه داخل زندگی افراد بیفته اونها رو سریع میرن میکنن از <applause> 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 سری میرن و به بقیه افراد انتشار میدن خب باعث میشه که حریم خصوصی افراد از بین بره و این خودش یک آسیبی هست که به قانون خانواده میتونه بزنه خب همین باعث شده که حتی عادی کنه روابط با محرم و نامحرم رو خب خب این خودش باعث میشه وقتی بین رابطه بین محرم و نامحرم عادی بشه خودش یک گناهی ما در بخ... چی فضای مجازی چی در فضای عادی بین بله. جوامع اگه خواسته باشیم بین اقوام اینا خواسته باشیم این رو انتشار بدیم خودش کانون خانواده بله. ما گفتیم در مرز خطر میفته خب فضای مجازی که دیگه به طریق بالاتر این خطرات رو برای کانون خانواده داره بله. چون ما شناختی از فضای مجازی از افرادی که با اونها ارتباط برقرار میکنه ممکنه نداشته باشیم ممکن بله. ممکنه من با یه گروهی مثلا عضو ممکنه 10 نفر 15 نفر الا 20 نفر رو گروه رو بشناسم ممکنه بسیاری از افراد افراد او گروه رو باید. من شناخ نداشته باشم برست. و همین خودش باعث میشه که مذرات رو انسان بیاره خصوصا این بحث حریم خصوصی وقتی بینه که ما محرم و محرم باشه ما نمیدانیم داخل یک گروهی رفتیم آیا آقا در رو گروه وجود داره یا نداره خب به خاطر همه مثلا یا آقایی وارد شده من نمیدونه که همه گروه آقا هستن یا نه مطمئنا جنس مخالف از هر دو جنس وجود دارن در این ای گروه خب پس باید به این حریم های خصوصی انسان یک محتاطتر عمل کنه مم. یک خورده به مثلا وقتی خوایم عکس رو انتشار بدیم متوجه باشیم که ما ای رو داخل اینترنت گذاشتیم درست. یا داخل این شبکه مجازی گذاشتیم همه نوع افراد با درست. هر طرز و تفکری ممکن عکس ما رو ببینن درست. خب این خود با حتی ما داشتیم دیگه کسانی بودم مثلا خیلی شنیده باشین که آمدن گز... گفتم ما فقط به خاطر عکس ما یا مثلا فیلمی از ما منتشر شده باعث شده که ای خطرات رو بر ما تحمیل بشه مثلا باعث شده یک فیلمی از اون منتشر بله. بشه و دست یک نامحرمی بیفته سوی و, و او سوء استفاده, استفاده کرده ام. و حتی آزارهای مجازی باعث شده به خاطر بله. همین دیدن فیلمی که شاید از مثلاً نظر ما خیلی راحت باشه من عکس خود گذاشتم داخل فضای مجازی ام. و او یک گروهی بود به نقام مثلا اقواممه بود خیشاوندان بود ولی از کجا معلوم که این به دست افراد دیگه و به چی سوی مثلا نظرهای نرسه مثلا حتی باعث میشه به قانون خانواده ضرر برسانه ام. ممکن بوده مثلا خانمی بوده عکس خود داخل های مجازی که داشته و بعدها به مثلا به به های مختلف بلو. روی از روی عکس اعمال شده بعدش به مثلا همسری نشون داده شده مثلا با یک فرد بیگانه بوده و چه اثرات سوی ممکنه داخل خانه ایجاد بشه مم. یک چیز دیگه هم که انسان میتونه در این مورد دقت کنه همین شبکه های اجتماعی انسان عضو میشه و افراد انسان با هم گفتگو میکنن حال ممکنه با اسمهای واقعی خب اکثران داخل او شبکه ها نیستن با اسمهای مجازی هستن مم. و انسان با اسمش اللحاظ روحی عاطفی حتی ذهنی درگیر بشه مثلا و همین درگیری که انسان با او افراد گروه مثلا در ارتباط هست ممکنه آه. به کانون خانواده او آسیب بزنه و حتی خوا... کانون خانواده رو باعث بشه طلاق های خدای نکرده از همین بابت اف... ایجاد دقیقا. شده هست هم طلاق های عاطفی و هم طلاق واقعی به نکته به جای اشاره کردن همین رو می‌خوام میگن ممکنه یک مرد و زن زیر یک سقف با هم زندگی کنن مم. ولی از بس که گوشی موبایل آقا دست خودنه و خانمی هم دست خودی شی موبایل به صورت جداگانه اینا بین اینا به صورت عملی یک طلاق عاطفی ایجاد شده با هم زندگی میکنن ولی ای با گروه های خودش در ارتباطه بلد. او هم با گروه ها و شبکه هایی که مورد نظر خودشه در ارتباطه خب ولی در این خانه دیگه حرفی صمیمیتی رابطه عاطفی و محبتی حتی بین این زن و مرد که نیست چی بین اولادای اونها هم نیست بلد. ما خیلی از کسایی داریم اولادای هستن میایند سوال میکنن میگن ما وقتی که پدر و مادر ما که وقت ندارن یا مشغله کاری دارن یا به خانه میاین که مثلا خسته هستن یا مثلا با دوستان خود صحبت مفاهم. میکنن یا در فضای مجازی هستن و باعث نمی... حتی یک موبایل هم به دست ما دادن که ما زیاد سراغ اینا نریم خب من مجبور اون خود که در فضای واقعی نمیبینم پدر مم. و مادری که سوالات خود از اونها بپرسم در فضای مجازی بپرسم پرسشهایی که من دارم پاسخهای او رو از فضای مجازی ببینم ام. خب فضای مجازی که این فرزند و اولاد شما مایه از او پاسخ خود دریافت کنه ممکنه او پاسخها از فرهنگ ما از باورهای ما از اعتقادات ما خیلی دور باشه دلیه. و چه آسیبهایی رو بعدن به این فرزن ممکنه ها. بزنه شاید سوالا مثلا بعد از یک کارشناس که متخصص اون سوال و او رشته باشه باید جواب داده شود با. نه هر کس و هر فرده احسان ممکن از دوستای خود همسر سن سوالهای بپرسه بلی. و اونها هم طبق مثلا اون نظر شخصی و خواسته خود خود یعنی به چیزی که به نفع نباشه پاسخ میدن اون سوال ها رو ام. خب این وقتی که مطلبی که اول برنامه شما اشاره کردی گفتین هر کسی ممکنه یک مجلس مهمانی رفتین ام. و همه افراد در گوشی های خود خب نه مثلا سرش میکنن نه. حالی در گروه های مورد نظر هستن ما به این یک نوع شاید باورش نشه ایتیاد میگیم آه. از وابستگی تیر شده فصل احسن یعنی وابستگی شدید آه. خب الان بین جامعه ما قشنگ این داره لمس میشه واقعا دا اگه دا مثلا داخل موتر سوار میشی افراد داخل گوشی هستن در بازار میری داخل گوشی با دکاندار حرف میزنی داخل گوشی خب این چیه یک ای وابستگی شدیده ام. وابستگی عادی مثلا میگی که من رفع نیاز میکنم برای مسائل آموزشی خوب رجوع میکنم برای مثلا اینکه پرسی و احوال پرسی یعنی برای ضروریات با... چیز هست رجوع میکنم ولی اعتیاد یک مرحله بالاتر از اونه که ما حتی میتونیم بگیم این احتیاط صدماتی رو به کانون خانواده میزنه که کمتر از احتیاط به مواد مخدر نیست <applause> یعنی چه خانواده‌هایی باعث میشه به خاطر همین احتیاط به موبایل دانت. از هم بپاشن دانت. اینها رو باید دقت کنیم خب و بیشتر هم این مسئله مربوط به جوانانه حتی ما داریم جوانهایی که میگن شب تا صبح بیدار هستن به خاطر بلد. اینترنت خب بیشتر شب خود رو با اینترنت و با موبایل و حالا به خاطر مثلا کم از اینه بودن از او یا به خاطر هر دلیل دیگه میگذرونن خب ما چطور از این جوان انتظار داشته باشیم که صبح به موقع از خواب بیدار بشه و به سر کار خوب بره یا خب به درس خود بپردازه یا به درس خود بپردازه خب مطمئنا فردای صبح که به موقع که بیدار نمیشه که هیچی باعث میشه که از وقت بگذره بیدار بشه و وقتی هم که بیدار شد خسته و کسل باشه چون بیشتر شب خود خود با موبایل صرف کرده خب این باز با... باعث نمیشه به خانواده آسیب بزنه مطمئنا بله. آسیب رو داره ام. به خانواده خب میتونیم بگیم در چنین خانواده دیگه وقتی جوان ها و همه افراد با موبایل و با گوشی و سرگرمی های فضای مجازی در ارتباط هستند این خانواده کاهش مسئولیت داره امه. بین جوان ها بین، واقعا کاهش مسئولیت حتی بین زن و شوهر هم قسم است حالا ما یک زن بود خب شاید به عنوان یک تنزی گفته شده خب مثلا میگفت که اینترنتش خلاص شده بوده نو دیگه به خانه و زندگی خود علاقه من شده بود و خیسته بود یک ذره کاربرای خانه را پیش می برد که اینترنتش دوباره وصل شد پس دوباره چسبید به موی اینترنت و کاربرای خانه و همه چیز اچ دیگه خلاص احسن بس... خب الان کورش باعث از هم پاشدگی خانواده میشه اصلا. یعنی تکالیفی که ما میتونیم مثلا همین جمله شو نتیجه بگیم تکالیفی که بله. به دوش منویه ام. دیگه باعث میشه که به موقع و و به درست و صحیح, درست و صحیح بودن خودش انجام ندم یک یک سرسرکی اونا رو انجام بدم اگه او هم مجبور باشم اگه مجبور ام. نبودم که با همون شبکه های مجازی دیگه سرچ میکنیم ام. خب ما در مورد این شانه خالی کردن و, و تنبلی کردن و در کارها یک حدیثی از امام علی علیه السلام میخوانیم که در این زمینه میفرمایند شاخصه تنبلی به تاخیر انداختن کارها هست یکی از نمونه است که ما در فضای مجازی اینو میبینیم هر کاری رو مجبوریم که الان انجام بدیم اگه خیلی مجبور باشیم او رو انجام بدیم و از اونایی که م... مثلا مجبور نیستیم سعی میکنیم اونا رو به تاخیر بندازیم همین به تاخیر انداختن باعث میشه کارها یکی دو تا سه تا و زیاد بشه و نتونیم رو انجام نه، نه. بدیم و ای باعث میشه که به کانون خانواده آسیب بزنه <متحد> حال چی مرد خانه باشه چی ف... زن, زن خانواده باشه یا اولاد خانواده باشه هر کدوم به شکل خود خود در خانواده یک مسئولیت هایی رو داره <متحد> خب هر کدوم اگر از اینا مسئولیت ها خود ان... ب... مثلا به موقع و درست انجام ندن باعث میشه که آسیب هایی رو به کانون خانواده بزنه <متحد> اگه مرد نتونیس وظیفه انجام بده به اقتصاد خانواده <متحد> ممکنه آسیب بزنه اگه خانم خانه نتونیس همونطور که شما اشاره کردین به وظایف تربیت اولاد وظیفه خانه مثلا خانه خب درست انجام نمیده و فرزندان هم یک فرزندانی بار میاین که به هر شکلی میخوان از مثلا از زیر بار مسئولیت شانه خالی ام. کنن و به همون فضای مجازی پناه ببرن و این پناه بردن به فضای مجازی بلی. باعث میشه فرزندان تربیت بشن ام. که بعدها حتی از اجتماع دوری میکنن چون از بس که تنها بودن به او گوشی ها خود خود میشه منزوی احسن که ما... فقط در محیط خانه و خانواده باشه و گوشی احسن فقط به یک گوشه بشینه در محیط خانواده در جمع خانواده نه به یک گوشه بشینه و هم با گوشی خو یا بیزی میکنه یا مثلا با گروه های مختلف ها سر میکنه کانال مثلا دید حتی سرکشی میکنه خب اینها خود باعث میشه که یک آسیب های رو به خانواده بزنه آه. و ما بقیه آسیب ها رو که اگه مثلا بر جلسات قبل بیان کنیم مثل دوستان نقشه بله. دوستان که عوامل بیرونی بودن شغل همکاران اطرافیان اینا یک چیزایی بودن که در خارج از خانه بوده خب ام. یعنی کنترل شده بود وقتی که ما میتونستیم وقتی که به داخل خانه آمدیم ام. اونها را رابطه ها و او داخل اصلی خانواده او رابطه ها را از بین ببریم ولی متاسفانه خطر ای به مراتب از اونها بالاتره ام. به خاطر ای که در کانون خانواده در دسترس همه اعضای خانواده بله. و یک چیزی است که از بیرون خانواده هدایت میشه آه. یعنی این مشکلی از اونها هم حتی بیشتره بشتر. و والدین باید بیشتر اینجی دقت کنم. خب ما میگیم که از همه مهمتر ای که باعث میشه وقت افراد تلف بشه فقط میخوان وقت خود خور به طریقه های مختلف از بین ببرن و هیچ مدیریتی برای وقت خود ندارن. یک وقتی که ما میگیم طلای مثل طلای هست بله. که به وقت انسان مم. یعنی هیچ چیزی که اگر از بین بره ممکنه یک تلا برگرده ولی اگر وقت انسان از بین رفت دیگه او وقت برگشت نداره. دیگه برگش ممکنه ندونه. یک جوان و نوجوان یک سن باشه یک حرفه یاد بگیره ام. یک کار یاد بگیره و در فضای مجازی داره به صورت اطلاق ها و و هیچ حرفه ای ممکنه یاد نگیره ام. و بعدها چی آسیبی به کانون خانواده ای که میخواد تشکیل بده میرسانه یا یک دختر خانمی که میتونه یک هنر یاد بگیره دلی. در فضای مجازی بدون هیچ آموزشی ام. فقط به صورت اطلاف وقت که وقتش بگذره خب در چت کردن با دوستا و رفیقاش نه. پس ما نتیجه میگیریم که این صدمات هم فردی داره یعنی هر فرد میتونه آسیب های را تجربه کنه هم در خانواده و هم در اجتماع دکیقا. یعنی به همه مشکل و همی که مثلا مثلا در هر خانواده افرادی وجود دارن درست حالا او افراد پدر مادر جوان ها اولاد اینا کلی که هستن و کل اینا هر کدامشان آسیب ها را تجربه میکنن به فردی و بعد از او باید به صورت جمعی در داخل خانواده یعنی یعنی آسیب ها رو ما میتونیم بگیم به توان چند احسن یعنی مشکلات و اینها ام. خیلی بیشتر از و از هم با در جامعه به همون نسبت یعنی دیگه احسن. فکر کنین که چقدر ضربات است که یک نفر خورده میره هم خودش ضربه میبینه هم در داخل خانوادهش ضربه میبینه و بعد از اون که بیایم گسترتر فکر کنیم هم در داخل جامعه او ضربه می پس دیگه ما بگیم که یعنی بالاترین آسیب های امروزی رو که اگر ما بررسی کنیم هم نیستک همین گشت زنی هایی در فضای مجازی که مثلا به صورت تبلیغات مختلف هم که خیلی زیاد هست دیگه ام. در هر گروهی کانالی وارد بشین باعث میشه که یک تبلیغاتی رو ببینی ام. حتی در تلویزیونی که داخل خانه هست که باز هم در طول شبانه روز روشن هست خب این تبلیغات باعث میشه که در خانه یک آسیب دیگه بزنه مصرف و مدگرایی رو بالا ببره مصرف گرای یعنی افراد خانواده فکر میکنن چیزای مجلل نشون بده خانههای های لوکس رو ما داریم میبینیم مطرهای لوکس رو میبینیم لباس های لوکس رو میبینیم خب بعدش ما میگیم که این افراد دارن مگه اینها مثل ما نیستن خب پس ما هم باید تهیه کنیم خب مم. و تهیه کردن ای چی باری اقتصادی بر خانواده ها میگذاره مم. حتی خانواده باعث میشه که زیر بار قرض رو اینها بره ولی اونها رو بره خانواده خود خب تهیه کنه که از اقوام و خیشان خود کم نیاره مم. وقتی که ما خواد اینها رو به نمایش بگذاره بله. یا در شبکه های مجزی بذاره خب این تحمیل بار اقتصادی بر خانواده ها و هزینه سنگین ممکن حتی کشمکش های اختلاف های در خانواده بیاره ست در ست مثلا همسر یعنی. خانواده بگه من نمیتونم از بله. احده این مسائل بر بیام میگه خانم خانم میگه نه من مجبوری که مثلا بله. اینها رو تهیه کنی خب اکثر ما این ما فضای ما میتونیم بگیم مجازی و حتی این نکته میتونیم از کل ما باعث این واقعا این نکته رو برداشت کنید اکثر این موارد برای جاهای مثلا فضاهای طراحی شده که در اروپا هستن ما این رو میدانیم بله. مثلا بیشتر شبکه های اجتماعی طراحان اونها افراد غربی هستن درست. خب وقتی که این رو ای یک مثلا آسیبی هست وارد فرهنگ ما میشه ما هیچ کنترلی رو, رو نمیکنیم با همه هایی که ما داریم در اسلام یا همه اعتقاداتی که داریم و باورها های اسلامی داریم فرهنگ اونها رو به راحتی میپذیریم ام. و همین باعث شده که حتی آسیب هایی که در کشورهای درست. مسلمان دلی. مثلا اسلامی بخورن بیشتر از کشورهای غربی باشه چون درست استفاده کردن از او رو بلد نیست بله. خب فکر می کنم موضوع هنوز باقی بله خب بله اگر ما. که امکانش باشه موکول کنیم به هفته آینده بله که بتونیم میره مکمل توضیح بدیم بخاطر از اینکه خب میبینیم که آسیب بسیار زیاد میتونه که در خانواده جامعه و همچنین در فرد بسیار معصیب اتفاق بشن. بیفته ما حتی راهکارهای تربیتی و عملی داریم برای حفظ خود خانواده در مقابل عالی. این آسیب ها خب بس در جلسه بیرنده های ما حتما این رو برنامه ریزی میکنن که بتونن این موضوع رو حتما ببینن چون که واقعا بیایم خود ما را از این مشکلی که وجود دارن نجات بدیم هر زودتر تا اینکه که دیگه آسیب ها باعث از هم پاشیدگی زندگی ما و همچنین کانون گرم خانواده ای ما نشود از حضور خواهر خوم خانم اسنزاده خدافیزی میکنیم و از حضور گرم شما عزیزان هم که تا این لحظه همراه ما بودن خداحافظی میکنیم و امیدوار هستیم که لحظاتتان همیشه سرشار از موفقیت پیروزی و سربلندی باشه. خدا نگهدارتان.